با درود فراوان بر شنوندگان شما و همگی دوستانی که در این جلسه هستند برنامه آغاز میکنم. گذشته من از 15 سالگی من در واقع به مسائل سیاسی علاقمند شدم. در 21 سالگی رفتم به زندان، 35 سالگی از زندان برآمدم بیرون بعد 14 سال و در آغاز که رفتم به زندان یک اسلامیست بودم، مثل بسیاری از این اسلامیست های توهی مغز کنونی، اما یک انگیزهی در من وجود داشت برای بیشتر دادن و اون باعث شدش که من به سوسیالیسم برسم، به اینکه به سوسیالیسم علمی باور کنم. من اینکه به سوسیالیسم علمی باور دارم و برانم که تنها راه رهایی بشریت نزمه جامعه با دموکراسی سوسیالیستی باید پیش بره. گمون کنم همین کافی باشه، بیشتر از این دیگه فرصت نیست. اما چیزی که امشب میخواستم به دوستان خودم بگم یک خبری است، یک نشانه است که از ایران رسیده به دست ما، بسیار دردناکه. من اینو میگم و برمیگردم به یه زمینه تاریخی 100 سال پیش در ایران. این خبر جدید که به ما رسیده اینه که یکی از بیمارستانهایی که بیماران کرونایی اونجا بودن، یه خانمی بوده که برای ما فرستاده این خبر رو. من میخواستم متن خبر رو بخونم، متن خبر یه کمی طولانی تره. من همینجوری میگم، کوتاه بده میگم که دوستان بدونن. یک اتاقی که چند نفر بودند مرتب، چند نفر خانم بودند مرتب، پرستارا قرصایی میوردن میدادن به اینا که اینا این قرصا رو بخورن، من کروناشون خوب بشه. یکی از این خانوم ها این قرصا رو نمیخورده، مینداخته دور، ولی خانوم های دیگه این قرصا رو خوردند. ولی پس از چند روز اون خانوم هایی که قرصا رو خورده بودند همه میمیرند، با وجود که اونها حالشون از این خانم که قرصا رو نخورده بهتر بودن در آغاز. این خانم وضعش بدتر از اونها بوده، یعنی وضعش جوری بوده که میباید شاید میبردن CCU. بعد این خانم نمیخوره اون قرصا رو، جان به سلامت به در میبره. اونها میخورن قرصا رو و میمیرن. این خانم میره پیش رئیس بیمارستان و این جریان رو به رئیس بیمارستان میگه، میگه من این قرصا رو نخوردم، زنده موندم، اونا خوردن و مردن. رئیس بیمارستان نمیخواد سر به این موضوع توضیحی بده، کمی خشمگین میشه و به این خانم میگه که تو برو، میتونی بری، اصلا من نایده میگیرم، هیچی هم نمیخواد بگی، برو اگه جان خودت دوست داری برو، بذار از این بیمارستان برو، اصلا راحت کن. این خانم از بیمارستان فرار میکنه، میاد بیرون و این خبر رو به ما میرسونه. یعنی آخرین قرصا همه کشنده بوده. یه معنی این اینه که قرصا که دارن به بیمارستان بیماران در بیمارستان های ایرانی میدن قرصای کشنده و دولت کار ایران، رژیم اسلامی تبهکار در کار کشتن مردمه. این میخواد مردم به هر قیمتی شده چند میلیون نفر رو بکنه و شرز اینا آسوده بشه. جمعیت ایران که 80 میلیون نفر بوده ولی این چند سال شاید میلیون رسیده باشه، میخوان اگه شده مثلا 40-50 نفر هم 50 میلیون هم بکشن. برای این جمعیت که میدونن خودشون ضد اونا هستش، اونا رو نمیخوان، میخوان این جمعیت هرچی کمتر بکنه، هرچی کمتر یا به دستور اربابانشون. من میخوام یه اشاره تاریخی بکنم به پیش از چند سال پیش، همزمان با جنگ جهانی نخست، انگلیس در ایران در اون زمان دست به یک توطئه کثیف زد که یک هولوکاست در ایران به وجود آورد، نسل کشی به وجود آورد. یعنی از شاید 17 میلیون جمعیت ایران 9 میلیون نفر کشته مردند. چرا؟ برای اینکه انگلیس گندم ها و غلات رو
از دهقانان به قیمتی که یک کمی بیشتر از قیمت بازار بود میخرید و دهقانان هم میذاره و میدن پول بیشتری میگیرن با اونه میدادن قرص ها رو گندم ها رو انگلیس میخرید و میفرستاد به هند و بعضی رو حتی در خود محل اصلا آتیش میزد. این باعث شد که مردم نتونن نونگیر بیارن، نون نایاب شد و مردم از گرسنگی میمردن، کسی دیگه نمیتونستش نون بیاره، میرفتن ریشه گیاه میخوردن و میتونستن یه چیزی به شکمشون میرسوندن که نمیرن، ولی بسیاری در ایران میمردن. تو خیابانهای تهران کنار خیابونا جسد ها افتاده بود، شهرها جسد ها تو خیابونا افتاده بود، مردم که از گرسنگی میمدن بیرون دنبال یه نانی بودن و به که نمیرسیدن بعد چند روز میمردن، مردند. این رو خود انگلیس ها که اومدن اون موقع از ایران بازدید کردن خودشون گفتن و گواهی دادن به این که چنین چیزی بوده که ایرانی ها توی خیابونا مرده بودن، تو خیابونا مرده های بسیاری ما دیدیم، کتاب عکسش رو دیدیم و عکساشو دیدیم و عکسایی که گرفتن و کتابی که نوشتن این چیز هستش. الان در توی ایران دوباره اجرا میشه. الان این سیاست همون سیاست در واقع همون سیاست انگلیسه که میخوان مردم ایران کشته بشن و این رژیم هم در واقع سود بیشتر اینه که مردم رو یه نصف هم بشن، خوبه که نصف بشن و مخالفیشون کمتر بشن، چون فقط با 80 میلیون نتونن طرف بشن ولی با 40 میلیون شاید بیشتر بتونن طرف بشن، بیشتر بتونن دزدی کنن، بهتر بتونن راج ببرن این کشور رو که دارن میکنن. این کار میلیاردها دلار از این کشور بردن، تبور کردن و میلیاردها دلار دیگر هم خواهند برد. جیب مردم خالی کردن، مردم الان در واقع به اونجای رسیدن که توی زباله ها به دنبال خوردنی میگردن. بارها عکسای زیادی توی فیسبوک هستش که نشون میده که مردم دارن توی زباله دونها رو میگردن برای یافتن یه چیزی که برای بخورن و زندگیشون رو نجات بدن، نمیرن. این بسیار بسیار دردناکه، خیلی وحشتناکه، ولی واقعیت، این واقعیت جامعه کنونی ماست و باید فکر کرد با امید این که فردا از آن مردم باشه، امید این که ما بتونیم کاری بر مردم بکنیم و راه گذار ما دموکراسی و داد. نام بسیار زیبایی، به ویژه واژه داد که به آن شده بسیار بسیار زیباست. ما برای داد تلاش میکنیم. امید روزی که وضعیت از این باشه. با درودهای فراوان سخنرانی رو به پایان میبرم.